از شما چه پنهان، چه ساعتها از عمرم که صرف این کار شده است. من بیش از بازی با توپ، بازی با فضا را دوست داشتم. با دستهایم چمنهای زمین را می فشارم. بیشتر مسابقه دویدن است تا حرکت با توپ. ذهنم در زمین نبود و در زمان نیز هم. برای ماندن در آمریکا مجبورم ترم تابستان را ثبت نام کنم. اگر ثبت نام نکنی مجبوری خاک آمریکا را ترک کنی و اگر ویزایت مثل ایرانی ها ویزای یک بار ورود باشد، باید دوباره برای ویزا تقاضا داد که فرایند پرخطری است. در صورتی که دانشجو بیشتر از 5 ماه در دانشگاه ثبت نام نکند، می بایست از آمریکا خارج شود. دانشجویانی که باید پولشان را خودشان بپردازند، تابستان را سراسر زجر می کشند. درس‌های خوبی ارائه نمی شود، اغلب سرگرمی است. من تئوری موسیقی، پیانو و فوتبال ثبت نام کردم. با 1 واحد تحقیق. استادم بسیار لطف کرد و قرارداد تحقیقاتیم را برای تابستان تمدید کرد. بی هیچ دلیلی مرا دوست دارد. در این مدت گذشته اینقدر گیج و خسته بودم که هرگز نتوانستم توانایی‌های خاصی از خود نشان بدهم. گویا یک گویی دارد که در آن یا گذشته را می‌بیند یا آینده را، و از این بابت است که مرا دوست می‌دارد، وگرنه هیچ فعالیت قابل عرضه‌ای تا بدین لحظه برایش نکردم. کلاس تئوری موسیقی سخت است، خصوصاً برای ما که با موسیقی غربی آشنا نیستیم. دیگران بسیار بیشتر می‌دانند. در کلاس پیانو تقریباً همه غیر از من ساز دیگری را قبلاً می زدند. کناریم 16 سال است رسیتال گیتار داشته است. من هنوز وقتی می گوید میدل سی با انگشتانم پیش می افتم. کلاس فوتبال هم 2 سطح دارد، پیشرفته و متوسط. پیشرفته خشن بازی می کنند و ترس مصدومیت هست. متوسط را ثبت نام کردم. از قضای روزگار مختلط است. من تنها کسی هستم که به جای پیراهن و شورت ورزشی 1 پیراهن آستین بلند با شلوار ورزشی نایلونی پوشیده است. مارک پیراهنم ورساچی است و از ایران خریدم. کهنه و تقلبی. به قیمت ناچیزی. شلوار هم نایک است و باز هم اصل نیست. در چشم اینجایی ها که مارک غیر اصل را ندیدن لوکس به نظر می رسم. جلسه اول قرار شد تا 2 دسته شویم و تمرین کنیم. برای هر گروه مسابقه ای طراحی شد که برنده آن کاپیتان تیم باشد. در گروه ما 3 نفر از مردان و 2 نفر از خانم ها برای بازی ایستادند. من هم. مسابقه زدن تیرک افقی دروازه بود از فاصله نسبتاً 20 متری. از شما چه پنهان، چه ساعتها از عمرم که صرف این کار شده است. تیر زدن برایم بیش از گل زدن همیشه هیجان داشته است، به دلیلی که هیچگاه نفهمیدم. شاید به خاطر همین است که در زندگی هم بیشتر ضرباتم روی تیر نشسته است. 3 نفر از پسرها اول زدند. ضرباتشان حتی نزدیک هم نبود. خانم ها بدتر. هر کسی که پشت توپ می رفت، عده‌ای او را تشویق می کردند. من که پشت توپ رفتم، سکوت خاصی حاکم شد. توپ اولم روی تیر نشست. خیلی مسلط. دومی هم. بیان که خوشحالی خاصی نشان دهم، سمت مربی رفتم. از نام و نشانم پرسید. با تبسم گفت باید لباسم را عوض کنم. قبول نکردم. برایش گفتم که اینطوری راحت ترم. نمیخواست ناراحتم کند. چیزی نگفت. تمرین شروع شد. آمریکایی ها برایشان فوتبال اینطور است که توپ را جلو می اندازند و خودشان دنبال توپ می دوند. بیشتر مسابقه دویدن است تا حرکت با توپ.
هرگاه توپ به من می رسید، زمان متوقف می شد. من بیش از بازی با توپ، بازی با فضا را دوست داشتم. حدس این که توپ کجا خواهد بود؟ تک کردن ممنوع بود، شوت از راه دور هم. نمی دانم چرا، ولی بدون وحید و محمد هرگز بازی را دوست نداشتم. به نظرم خسته کننده می آمد و در لحظات بازی بیشتر حواسم به گذشته بود که چطور با هم بازی می کردیم. ذهنم در زمین نبود و در زمان نیز هم. روی چمنها می نشینم. طعم تابستان در قربت سخت تر است. وطن بیش از همه دور از دست تر و پدر و مادر، برادر مفاهیمی می شوند انتزاعی. با دستهایم چمنهای زمین را می فشارم. از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد و از گریه ز هر جا که گذشتیم چمن شد. از روی فیسبوک دیدم از دو نفر از بچه های تیم پیام دارم. دختری پیام داده بود که تو همانی که با پیراهن ورساچه تیر دروازه را زدی؟ جدی و پرغرور نوشتم شانسی بود. همین. آن دیگری هم برای مسابقه دیگری در زمین بزرگ دانشگاه دعوت کرده بود. از ترس مصدومیت عذرخواهی کردم. احساسی به من میگوید که تمام این پیام ها از روی ترحم است و همین. زخمی همیشه بهتر. با من ترحم هرگز. Thank you.